به نام خدا، امیر حسین فدایی هستم از گروه اسپشیال آکادمی. در این ویدیو آموزشی مبحث ساختن فایل های 3D یا 3D رو در محیط های ArcGIS و گوگل ارث با هم کار میکنیم. اگر ما یک فایل اطلاعاتی داشته باشیم که به صورت وکتور باشه یا رستر، اون رو میتونیم توی محیط ArcScene یا ArcGlobe به صورت 3D مشاهده کنیم. اینکه نحوه وارد کردن ارتفاع به چه صورتی هست مبحث این ویدیو آموزشی هست. ما میتونیم در حقیقت اگر فایل ما به صورت وکتور باشه یا مطابق این چیزی که در حقیقت توی این فایل اطلاعاتی میبینیم، به ازای هر عارضه‌ای اگر مثلا منطقه شهری باشه و پلاک هایی که مورد نظر ما هست، هر عارضه‌ای دارای یک ارتفاعی باشه، به طور مثال هر بلوک ساختمانی ما یک ستونی داشته باشه به اسم ارتفاع که ما به وسیله این ستون در حقیقت یا فیلد اطلاعاتیمون بتونیم ارتفاع رو به این ساختمونمون اختصاص بدیم. وارد محیط ArcScene میشیم، فایل اطلاعاتی رو اینجا اد میکنیم. در این قسمت میتونیم سیمبولوژی خاصی رو مطابق یکی از فیلدهای اطلاعاتی بهش مشخص کنیم، مثلا مطابق فیلد لند یوز، چون ما در حقیقت نقشه های کاربری رو کار میکنیم به این شکل. و برای اینکه به صورت 3D این لایه رو نشون بدیم، گزینه هست به اسم اکستروژن که شما کافیه تیک اکستروژن فیچر این لایر رو فعال کنید و از یک عبارت جبری برای ایجاد اون لایه اطلاعاتیتون مشخص کنید. ما کافیه اینجا مشخص کنیم که ارتفاع رو از چه ستون اطلاعاتی برای ما یا از چه فیلدی بخونه. از این کامند میتونیم استفاده کنیم، ستون یا فیلد اطلاعاتی هایت رو مشخص میکنیم و اپلای. مشاهده میکنیم که فایل 3D برای ما ایجاد شد. برای اینکه اغراق ارتفاعی بیشتری رو ما مشخص کنیم، میتونیم از یک عبارت جبری کمک بگیریم برای اینکه اغراق ارتفاعی بیشتری رو داشته باشیم. پس در اینجا فایل 3D ما ایجاد شد. با اضافه کردن لایه های اطلاعاتی مختلف میتونیم یک نمای 3D زیبایی یا یک DSM مناسب از منطقمون داشته باشیم. نکته ای که وجود داره اینه که از این ابزار فلای میتونیم استفاده کنیم برای اینکه یک انیمیشن زیبا تهیه بشه. با زدن یک کلیک چپ فلای آغاز میشه. یک کمی کار کردن با این ابزار در ابتدا مشکل هست، ولی با تمرین شما میتونید فلای مناسب را انجام بدید. با زدن یک کلیک چپ دیگه سرعت حرکت کردن افزایش پیدا میکنه، مجددا با کلیک چپ زدن افزایش و با کلیک راست کاهش. به این شکل شما میتونید فلای مناسب و انیمیشن زیبایی رو از منطقه تهیه کنید. Thank you.